درود، محمد تماسبی هستم. در این قسمت از گرداتش در خدمت آقای امیر جوادی هستیم. این قسمت دو تا تفاوت عمده با قسمت‌های دیگه داره، حالا به جز موضوع این هست که یکی این که این قسمت تصویر نداره، چون که ترجیح آقای جوادی بود و ما به ترجیح ایشون احترام گذاشتیم، و دیگری این که این قسمت به صورت کامل فقط به صورت پادکست پخش میشه و اون فایلی که روی یوتیوب گذاشته میشه فقط بخشی از مصاحبه رو داره، قسمت اول مصاحبه رو داره، و بقیه اون فقط به صورت صوتی در قالب پادکست قابل دسترس هست. و این به خاطر اینه که یوتیوب یه سری حرفا رو دوست نداره که گفته بشه و ممکنه که کانال رو با یه عواقبی مواجه بکنه. حالا وقتی که به فایل کاملش گوش بدین متوجه میشین که چه حرفایی. برحال این سانسور هم در همه جای دنیا به نحوهای مختلف با شدتهای مختلف وجود داره که یه جاهایی مجبور میشیم که راههای گریزی رو پیدا بکنیم، و توی این قسمت ما کاری که کردیم این بود که فقط به صورت صوتی توی پادکست که سانسوری کمتری اعمال میشه کل قسمت رو داشته باشیم، ولی بخش اوله این مصاحبه رو روی یوتیوب هم داریم و اما به صورت صوتی. صحبت دیگه اضافه نمی کنم، میریم سراغ مصاحبه اصلی. درود دوستان گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های پادکست گرداتش. امروز در خدمت جناب آقای امیر جوادی هستیم و ما یه سری همگی‌ها داشتیم. من فکر می‌کردم که ایشون خارج از ایران زندگی میکنن، مخصوصا به خاطر شیوه املای کلمشون یه ناهماهنگی هایی شد، ولی خیلی خوشحالم که تونستیم در اسرع وقت باشون مصاحبه داشته و قسمتی که امروز قراره بیرون بدیم و مصاحبه که قراره ضبط بکنیم خیلی موضوعش از دیگه ممکنه به نظر بیاد که متفاوته و حتی یه طوری بی ارتباطه، ولی همیشه یک نخ حتی اگر باریکی هم باشه این قسمت ها رو به هم وصل میکنه. بار دیگه خیلی ممنون که افتخار دادید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم برای که آشنای قبلی با شما ندارن یه توضیح مختصر از پیش زمینه خودتون ارائه بدید. سلام و عرض ادب، من امیر جوادی هستم. عرض کنم که چیزی که برای خواننده برای مخاطب شما جالب باشه و کمک بکنه به اینکه بحث رو درک بکنه، اونا رو اگر بخوام بگم، تحصیلاتم تا مقطع لیسانس الکترونیک بوده، بعد از اون اقتصاد خوندم. مدتی در دولت در مرکز آمار مشغول به کار بودم، بعد از اون کسب و کار خصوصی راه‌اندازی کردم و با بخش دولتی هیچ ارتباطی ندارم، نه مالی نه کاری و نه حتی اگر کلاهمونو باد ببره اونوری. آره، عرض کنم خدمتتون که توی وقت آزادی که دارم علاقه‌مندیمو دنبال میکنم که اقتصاد هست. احتمالاً برخی از دوستان کتاب‌هایی رو که من به همراه دوستانم ترجمه کردم مطالعه کرده باشن. به من بیشتر نسبت میدن که اتریشی یا طرفدار مکتب اتریشی اقتصاد هستم. در فضای مجازی بیشتر لیبل هایی مثل اتریشی لیبرتاریان، لیبرال، نئولیبرال این چیزها رو میچسبونم، ولی من همیشه انکار کردم، یعنی هیچ کدوم از این لیبل ها رو برای خودم نمیپسندم و نمیپذیرم. اما تا اندازه خیلی زیادی که در واقع میشه گفت اون آزادی های فردی رو که من ازشون ذکری به میون میارم یا بهشون اشاره میکنم، برای بیشتر اهالی اقتصاد یا بیگانه است یا کمتر قابل قبوله، به این معنا که از این دیدگاه بهش نگاه نکردن. وقتی که زمان بیشتری رو سپری میکنیم برای گفتگو کردن و منظور افراد واضح تر میشه، عموماً فیدبکی که من گرفتم این بوده
که دوستان ما در اهالی اقتصاد، چه آکادمی، چه اون کسانی که بالاخره کار اجرایی میکنن، این از این دیدگاه نگاه کردن میکسنس میکنه، درک میکنن، باهاش آشنا هستند و میپذیرند تا اندازه زیادی. بعضی جاها خب البته هست که اون دیدگاه های ارزشی و هنجاری یا ممکنه گرش های سیاسی مانع میشه که بیان بکنند این چیزها رو، یا اینکه اولویت بهش بدند به بیان کردنش. ممکنه کسی یه دیدگاهی رو میپسنده و درک میکنه و میدونه این امکان پذیر هست و بهتر هست، ولی به لحاظ اقتصاد سیاسی حس میکنه که این الان اولویت نداره گفتنش، یا در نمیگیره، یا اثر مثبتی نمیذاره. چندان که از میلتون فریدمن ما میتونیم مثال بیاریم در اینجا که در مورد بانکداری آزاد و انتشار پولهای خصوصی و اینها باهاش صحبت کرده بودن، همیشه ایشون تفره رفت از اینکه تایید بکنه با این استدلال زمینی یا تلویحی، گاهی اوقات هم صریحا بیان کرده که این الان امکان پذیر نیست و اقتصاددان باید اون کاری رو که الان میشه انجام داد رو روش تمرکز بکنه. بنابراین رفت به اینکه صلاح دید رو از حوزه بانکداری مرکزی بتونه بذاره کنار و قاعده رو جایگزین بکنه، اونجور توصیه هایی داشت. اینجور افراد رو من خیلی بیشتر میبینم. خب از اونجایی که این شکل از دیدگاه ها رو مطرح کردن، این ملاحظات رو هم همراه داره، شما کمتر میبینین. بالاخره اون کسانی که در دانشگاه هستن ممکنه که براشون هزینه داره، یا اون کسانی که در کارهای اجرایی هستن ممکنه براشون هزینه داره. فیدبک من اینه که کاملا واضحه مباحث و کاملا روشنه و کاملا قابل درکه و اولویتش هم به لحاظ تئوریک فهمیده میشه، درک میشه. اما برای بیان کردن، برای عرض کنم که توصیه سیاستی کردن، خب افراد ملاحظاتی دارن، قابل فهم هم هست، قابل احترام هم هست. بنابراین من سعی میکنم این مباحث رو با توجه به اینکه خب من خارج از دانشگاه هستم، خارج از نهادهای عمومی به هر شکلی از آنها، هر کدومشون که حتی با توف هم چسبیده باشن به این ساختار، من از اینها دور هستم، برای من ساده تر هست که بیان کنم. البته خب هزینه چندانی هم نداره و میبینم هم که بالاخره اون دوستانی که حرف دلشون هست و خودشون نمیتونن بزنن، فیدبک های مختلفی به انهای مختلف میدن، من مطرح میکنم. به نظرم میرسه که با این من رو میشناسن، ولی من به لحاظ تئوریک اون لیبل ها رو بر خودم نمیپذیرم و نمیپسندم. کارهایی که ترجمه کردم یا در دست تألیف دارم، آزادی های فردی رو و درک عمیق‌تر از اینکه انسان موجودی است دارای اختیار، و این اختیار داشتن انسان هم عرض کنم که ناگزیره، ما باید بپذیریم، دلالت هایی داره. انسانی که موجودی که اختیاری از خودش نداره، عرض کنم که یه جور تحلیل میشه، موجودی که دارای اختیار هست ناگزیر جور دیگه تحلیل. از این گریزی نداریم، باید این رو بپذیریم و در تحلیل های اجتماعیمون، که حالا تحلیل های اقتصادی هم زیر مجموعه داریم، بازتاب داشته باشه. ما نمیتونیم مکانیکی نگاه کنیم، نمیتونیم تو مدل سازی همون انسانی رو بیاریم که فاقد اختیار هست یا علیت ها رو حذف بکنیم. من میدونم دوستان من عنایت دارند به این موضوع، اما عملا کنارش میذارن. حتی تکنیک های اقتصاد سنجی که ادعا میکنن علیت ها رو بررسی میکنن، اینطوری نیست. اونها تکنیک هایی هستن که جوری صورت بندی شدن که چند نوع همبستگی رو یا توالی خاصی از هم، مثلا ایمپالس ها رو، اینها رو میسنجن، در اختیار پژوهشگر میذارن. پژوهشگر هست که استنباط علی میکنه یا زمان رو حذف کردن یا پس. بنابراین من این رو میخوام اشاره بهش بدم که تأکید کردن به اینکه انسان موجودی است دارای اختیار و از این حیث دلالت های عملی داره که که حتی اگر شما برای آزادی های فردی فی نفس ارزشی هم قائل نباشین،
یعنی قائل باشین که میتونین این رو مدیریت کنین، کنترل کنین، از زور استفاده بکنین، ولی به این دلیل که بالاخره شما بخواین و نخواین این انسان اختیار داره. شما ذهن این رو به هیچ عنوان نمیتونین کنترل کنین. معرفت یا شناخت مقوله‌ای است به کلی آنارشیستی. این دلالت‌های خیلی خیلی محکمی داره که بسیاری از مباحثی رو که در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی مطرح میشه تحت تاثیر قرار میده. بنابراین من روی اینها تاکید بیشتری دارم. کاری که ترجمه کردم یا در دست تألیف دارم یا قبلا تألیف کردم با این روی کرد بوده. روی کتاب احتمالاً اسم شناسنامه من رو، محمد رو، محمد جوادی رو میبینند. برای خیلی سوال منم اینجا اشاره کنم که اسم من توی شناسنامه محمد هست. بنابراین به نظرم این مقدار از معرفی کفایت میکنه. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. پس این کلن هم املای اسم شما فرق میکنه، هم نامتون، نام رایجتون با نام شناسنامه‌تون فرق میکنه و اینها کلن کانفیوژن یا سردرگمی های زیادی رو توی جاهای مختلف ایجاد میکنه. اتفاقا توی یکی از کلیپاتون هم دیدم که فکر میکنم محمد گفتید اسم شناسنامه‌تون هست، درسته؟ بله. اونجا محمد نوشته شده بود، میدیدم که بالا نوشته امیر، پایین نوشته محمد، خیلی واسم تعجب داشت. و در مورد برچسب هایی که گفتید که به شما اسناد میدن، خود من هم این تصور ها رو داشتم، حالا وقتی که بیشتر صحبتاتون رو میشنیدم و بیشتر با اندیشه های شما از طریق حالا توییتاتون آشنا میشدم، میدیدم که دقیقا هم اونها اسناد نداره به شما، در مورد شما صدق نمیکنه. و حالا به همین خاطر دوست دارم که یکی از زوایا رو بیشتر واکاوی بکنیم، که حالا توضیحاتی هم که در آغاز دادید ربطی پیدا میکنه به همین سوال، اینکه شما وجود و حضور دولت رو در جامعه امروزی چیز ضروری میدونید. و حالا از پاسخ به این سوال شروع میکنیم و هر چیزی که از دل این بحث اومد با اون ادامه میدیم. خب من از اون نکته قبلی شروع کنم. ببینید بالاخره افراد یک قضاوتی میکنن و از اسامی استفاده میکنن، این اهمیت زیادی نداره. بنابراین من این رو پذیرفتم که بالاخره ببینید شما در فضای اجتماعی فرصت مخاطب من فرصت این رو نداره که بررسی های زیادی بکنه. بالاخره از روی اون چیزی که در ظاهر و در کوتاه مدت میبینه ناگزیر هستش که یک سویه ای رو مشخص بکنه. من حق میدم بهش، ممکنم از دسترسی به توضیحات من هرگز نداشته باشه، بنابراین قابل درک است. اما در مورد اینکه آیا دولت ضروری هست یا نه، بذارین من یه مقدمه بگم بعد بگیم. اول یه پاسخ، چون اهل خیلی تفره رفتن و عرض کنم که آره پیچیده صحبت کردن و کلیله و دمنه، دیدین بعضی از اقتصاد مثل سیاست‌مدارا، آره بعضی دوستان ما هستن که بهشون گفته میشه اقتصاددان، من فکر نمی کنم که باشن. اقتصاد رو توی کلام به کار نمیبرن. آره نه، اصلا نه تحصیلات اقتصادی دارن نه در این زمینه ورزیدنهای تئوریک و عملی داشتن. بالاخره به واسطه، به هزار واسطه مختلف که ما نمیخوایم اسم بیاریم و افرادی که دور براش هستن چنین صحبتی کردن، من فکر نمی به خیلی قامص صحبت کردن و پیچیده حرف زدن و دولا پهنو حساب کردن و دولا شطور سواری، میدونین این چیزا. من اول اون جواب سریع بگم، بله دولت جامعه ما امروز، جامعه امروز ایران و جهان به دولت نیاز دارد قطعا، و دولت یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر بوده است. این خیلی سریع اینو اول بگم، ولی در مورد آنارشیزم هم صحبت خواهم کرد، یعنی بعد از توضیحاتم به نظرم روشن‌تر خواهد شد داستان. ببینین ما به جای اینکه بپرسیم آیا ما جامعهمون به دولت نیاز داره، یا اینکه بپرسیم آیا وجود دولت ضروری هست، بریم ببینیم آلترناتیوای این چیه. آیا ما امکان این رو داشتیم که دولت نداشته باشیم؟ اگر ما میگیم امکان این رو داشتیم، یعنی بریم به تاریخ نگاه کنیم. در طول تاریخ چه اتفاقی افتاده؟ اگر خیلی بریم عقب،
به جایی که جمعیت خیلی کم بوده، جوامع خیلی کوچیک بودن، تقسیم کار چندانی وجود نداشته، تقسیم سرمایه میدونین دیگه، بالاخره شما یه راه آهن دارین، من یه زمین کشاورزی دارم، یه دوست دیگه ای ماهواره داره بارندگی ها رو میسنجه، اینا ما هممون همه کالاهای سرمایه در ارتباط با هم معنا دارن دیگه. ببین میگیم تقسیم سرمایه، چندان که هر کدوم از ماها یه کاری رو میریم انجام میدیم، هممون که همه نیازهای خودمون رو برطرف نمی‌کنیم، ببین میگیم تقسیم کار. و اینکه ما هر کدوممون در موقعیت مکانی و زمانی و ذهنی خاص خودمون اطلاعات خاصی رو داریم که بقیه ندارند، یه پراکندگی اطلاعات بین آحاد جمعیت وجود داره، آحاد جامعه وجود داره، و بعضیش اصلا قابل بیان کردن نیست، بعضیش حتی تا لحظه کنشگری بر ما معلوم نیست. اینا ظاهرا نمیخوایم بحث رو خیلی جنایی بکنیم، ولی موضوعات واقعی دیگه، یعنی شما اینی که در طول یک سال 10% از درآمدتون رو صرف مثلا مسکن بکنین یا نکنین، بذارین برای 2 سال دیگه، بعد این خورده خورده ها رو تو کل جامعه بخوای چیز کنی، اصلا مسیر تاریخ عوض میشه. یعنی با همین انتخاب جزئی آدم ها مسیر تاریخ بنابراین خیلی بحث جنایی نیست که وقتی ما میگیم آقا اطلاعات واقعا وجود نداره، ترویحی قابل بیان کردن نیست، خیلی از آدم ها روچان های آشکار شده شون رو اصلا نمیتونستن به شکل روچان های اظهار شده در اختیار بقیه بذارن، اینا بحث های خیلی قدرتمندیه. یعنی اینا ممکنه که در نهایت سبب بشه دریاچه ارومیه رو شما خوش کنی، همین مباحثی که به نظر ساده میرسه ممکنه به جایی برسه که شما بمب اتم رو ژاپن منفجر کنید، ممکنه 50 میلیون آدم رو در قحطی چین بکشین، ممکنه که شما باعث بشین زمین گرمتر بشه یا سردتر بشه. یعنی اینا دلالت های عملی بسیار بزرگ تاریخی هستن، پیچ های تاریخی درست میکنه، ممکنه تمدن رو تا مرز نابودی ببرید. بنابراین ما وقتی از این موضوع مثل سوئیچ توی مدار الکترونیکی میمونه، یه میکرو سوئیچ ترانزیستور که ممکنه با حالت اشباع یا قطع بره، میتونه سرنوشت یه موشک رو عوض بکنه. بنابراین این مسائل رو ما خیلی باید جدی تلقی بکنیم وقتی میگیم آقا روچان ها اطلاعاتش نزد دولت مرکزی نیست. یعنی اینکه شما میلیون ها آدم ممکنه گرسنگی بکشن، دچار فقر و فاقه بشن، یا اینکه ممکن رشد 10% اقتصادی رو تجربه بکنی. بنابراین برای سرگرمی و تفنن نیست. خب پس بنابراین داشتم این رو میگفتم که یکی همچین انسانی در زمانی که جمعیت کم بوده دولتی وجود نداشته به این معنی که امروز ما این پیچیدگی، این بوروکراسی، این دیوان، این روابط بسیار بسیار پیچیده که در طول زمان به صورت سلسله وار ادامه دارند و به نظر میرسه که حتی گاهی اوقات استقلال اراده هم دارند، این مسائل نبوده. به مرور زمان کنشگری این آدم ها باعث شده بعضی ها فائق اومدن، بعضی ها تعیین کننده بودن، ممکنه جغرافیا، ممکنه طبیعت، ممکنه عرض کنم که تصادف، ممکنه هر چیزی. و اون کسانی که فائق شدن، قدرتی متمرکز شد، این آروم آروم تونست خودش رو بزرگتر بکنه، ممکنه بعضی از افراد از این منفعت هم میبردن، حتی اون کسانی که بهشون حکومت میشد. حالا حکومت در ابعاد کوچیک دیگه، یه قبیله رو در نظر بگیرین، یه قوم رو در نظر بگیرین، یه ایل رو در نظر بگیرین، یه منطقه اندازه مثلا شهر ساوج‌بلاغ رو در نظر بگیرین. بنابراین ما اینجوری اومدیم جلو، یعنی امکان این که بالاخره تاریخ گذشته و دنیا هم کارتون نیست دیگه، ما داریم نگاه میکنیم که کنشگری انسان چگونه بوده است. بله یک همچین آدم هایی تونستن فائق بشن، از قوه قهریه استفاده کنن، اراده خودشون رو حاکم بکنن، تصمیمات جمعی بگیرن برای آدم ها. حالا من نمیخوام تاریخ بگم اما بالاخره پادشاهی ها درست شدن، بعضی جاها اون گروه هایی که کوچکتر بودن ممکنه که بالاخره خودشون یه جورایی به آسمون متصل کردن، برای خودشون حقی قائل شدند و این باعث یک قوام اجتماعی شد که حالا به هم زدنش هم ببینید، بالاخره آدمی که به دنیا میاد توی بستر نهادی به وجود به دنیا میاد، توی بستر یک قواعدی در اونجا وجود داره، یک هنجارهای ارزشهایی وجود داره، با اونها دنیا رو میفهمه. اینجوری نیست که هر انسانی که به دنیا میاد بتونه از اول
همه چیز رو از صفر تجربه بکنه و از اول دنیا رو بسازه، یا اینکه از اول همون دنیای بکر 1 میلیون سال پیش رو تجربه بکنه، 2 میلیون سال پیش رو تجربه بکنه. بنابراین اینها واقعیت هایی است که ما باید تو تحلیل اجتماعی ببینیم. حالا دیگه من از اون بحث‌های پادشاهی و جنگ‌ها و اینکه حالا چه مقدار حاکمان ناگزیر بودن که زیر دستانشون رو متقاعد بکنن یا رضایتشون رو جلب بکنن، یا اینکه حالا در گلستان چقدر توصیه شده که شما اگه ظلم کردی آقای حاکم نابود میشی خودت. مثلا ما همین 2300 سال گذشته رو هم نگاه بکنیم، واقعیت اینه که اونجایی که آدم ها تشخیص دادن استفاده از قوه قهریه سود آوره به من به نفعشون هست به جهات مختلف، ممکنه نفع مادی رو در نظر گرفتن، ممکنه نفع غیر مادی رو در نظر گرفته باشن، ممکنه فقط قدرت طلب بوده باشن، ممکنه دنبال رفاه بوده باشن، به هر نوع ممکن اصلا اشتباه کرده باشن، یعنی برابر کرده که من میتونم از قوه قهریه استفاده بکنم و منافعی رو برای خودم تامین بکنم، ولی اشتباه کرده رفته نابود شده، به صلیب کشیده شده، ممکنه اتفاق زیاد افتاده دیگه. پس بنابراین اونجایی که آدما میتونستن از این استفاده کنن استفاده کردن، جایی هم که از مبادلات داوطلبانه سود میبردن احساس میکردن که خب حالا ما از زور استفاده نکنیم این کارو کردن، ولی واقعیت دنیا اینجوری بوده که تلفیقی از این حقوق بوده، یعنی اون کسی که اون کسانی که قوه قهریه بهشون اعمال می شده تا یه آستانه‌ای احساس می کردن که حالا در مقابل این ایستادن هزینه هاش بیشتر از فرصت هایی که در اختیار ما می زاره. شاید می تونستن هزینه ها رو بدن و نمی کردن، بعضی جا نمی تونستن هزینه ها رو بدن. ما همه این پیچیدگی ها رو بخوایم در نظر بگیریم، جیمز بیوکنن یا در ایران ترجمه شده به بوکانان، ایشون یک تفکیکی میکنه، میگه علم سیاست علم اعمال قوه قهریه به آدم هست، اقتصاد مبادلات داوطلبانه رو بررسی میکنه، چنین علمی است، هماهنگی عرض کنم که کنش جمعی ما رو بررسی میکنه. من فکر میکنم که ما اگر میگیم آقا دولت آیا ضروری هست که باشه یا نه، بعد همه این مسیر تاریخی رو و این تحولات نهادی رو در نظر بیاریم، بعد بگیم آقا اصلا امکان پذیر نبوده، اگرم امکان پذیر بوده اتفاق که نیفتاده. الان ما خودمون رو در یک چهارچوب نهادی مستقر درمیابیم، کشف میکنیم، در یک چهارچوب نهادی پیچیده‌ای که ذهنیت‌ها شکل گرفتن، این ذهنیت‌ها حاصل یک مسیر تاریخی و تحولی بلند مدت هستند و بسیار پیچیده. بسیاری از اینها ثبت و ضبط نشده، بسیاری از اینها فراچنگ ذهن ما، تحلیل ما در نمیاد. بنابراین من به نظرم به جای اینکه ما از این زاویه به قضیه نگاه کنیم که حالا ما یه جامعه‌ای داریم، یه انسان‌هایی داریم، آیا این دولت ضروری هست یا نه، قبلش به این نگاه کنیم که اصلا این بحث تعریف دولت به معنای مدرنش، به معنای اینکه نمایندگی داشته باشه از آدمای اون جامعه، این مال همین 2300 سال اخیره، یعنی در اروپایی که کلیسا حکمرانی میکرد و بعد بالاخره ایده ها عوض شد، رنسانس ما داشتیم، عصر خرد رو داشتیم، عصر روشنگری رو داشتیم، در اونجا یه سری آدم ها اومدن از اول نها کردن، گفتن خب حالا این حق پادشاهی و اینها که بعد به تفویض بالاخره ارباب دین میرسید و این خیلی مسئله مهم کلیدی بود. حالا اینا با اون، من خیلی خلاصه دارم میگم دیگه، مناقشه نکنیم تو این تیکه، اگر بخوایم تاریخ بگیم خیلی طول میکشه. اینجا هم که بالاخره پنبه دین رو زدن در بعد از رنسانس آروم آروم، اینا به فکر هستن آقا این جامعه نظم اجتماعی ما چجوری باید باشه، آدمایی مثل جان لاک، مثل دیوید هیوم، آدمایی که در اونجا بالاخره اسامیشون هابز و خیلی دیگه، اونجا این بحث ها مطرح شد که آقا بالاخره این نمایندگی باید باشه، قدرت باید مونتسکیو مثلا، آقا این قدرت باید مهار بشه، تفکیک قوا باید وجود داشته باشه، و دولت به این معنای مدرنش
که ما معمولا وقتی سوال میپرسیم آیا وجود دولت ضروری هست یا نه، این دولت رو داریم میگیم دیگه، دولتی که تو شؤون مختلف اقتصادی تصمیم گیری میکنه. بعضیا میگن آقا باید مسیر توسعه اقتصادی رو این هدایت کنه در بسیار کشور، بعضیا میگن خب مثلا این بازار شکست میخوره در فلان جا. ببینید این مباحثی که در اقتصاد متاسفانه ما در دانشگاه اقتصادمون تاریخ اقتصاد در حد یک گرده دو واحدی که حالا اونجا اتریشیا رو میگیم، تاریخ گری رو میگیم، نو کلاسیکا رو میگیم، همه چیزا رو اونجا میگیم و هیچی هم نمیگیم. تقریبا ما تاریخ اقتصاد رو بچه‌ها نمیشناسن تو دانشگاه، یاد نمیگیرن، بهشون عرضه نمیشه متاسفانه و صد متاسفانه. این مباحث مربوط بشه، این حرف متأخره، جدید، این حرفا اصلا بانکداری مرکزی بحث کاملا جدیده. بله بانک آف انگلند از 1697، ولی اصلا تا 30-40 سال 50 سال بعد اصلا قبول نداشت، اصلا انجام نمیداد به سر از وظایفی رو که امروز بهش میگفتن تو این کار رو بکن انجام نمیداد. حالا اون آقای بجت کتابی در این زمینه نوشته، اگر دوستان مایلن مطالعه بکنن، اسمش هست، اسم کتاب من بکنم اسمش از خیابان لامبارد یا همچین اسم اگر اشتباه نکنم. بنابراین ما بسیاری از چیزهایی که امروز در حوزه اقتصاد بدیهی قلمداد میشه، مثلا میگن شکست بازار، آقا مثلا بازار در حوزه انحصار شکست میخوره، ابدا همچین چیزی نیست. یا مثلا عدم تقارن اطلاعات وجود داره، بله عدم تقارن اطلاعات بین همه کنشگران اقتصادی وجود داره. مثلا ما اصلا همه بحثمون بنیانش همینه که ما یک معرفت تباب، ما با تقسیم معرفت مواجهیم. این یه حرف جدیدی نیست، منحصرش کردن به اون دو سه تا موردی که مثلا هلوها و لیموهای آقای آکرلوف، این یه چیز کوته فکریه. ما چون نمیبینیم بخش بزرگتری از این نقشه رو، اون تیکه رو روش دست میذاریم، میگیم آره این اینجا اینجوری اثر میذاره. خیلی بحث سطحی و چیپی هست. ما اصلا این شکلی نگاه کردنمون، اینجوری تر مسئله کردنمون، به خاطر اینکه عمیق نشدیم، به خاطر اینکه تمام این مسیر تاریخی رو نمیشناسیم، در اینجا یه نگاهی میکنیم، یه شهودی داریم، خیلی جزئی، خیلی عرض کنم که موردی، خیلی مکانیکی به روش ایستای مقایسه‌ای قضیه رو میبینیم. بعد از عدم تقارن، بله عدم تقارن اطلاعات وجود داره. شما میخوای بری ماشین بخری، اون فردی که ماشین داره اگر ایرادی داشته باشه ماشینش بهت نمیگه، مگر اینکه همون مقدار که از پنهان کردن اون ایراد سود میبره از شما پول بگیره. خب این تو هم خیلی چیزای دیگه هم هست در مورد بازار کار، در هر جایی شما دست بذارین عدم تقارن اطلاعات وجود داره. کجا نیست؟ شما بگین یه جایی هست که تمام اطلاعات، اصلا این فرض اطلاعات کامل فرض غلطی، از بیخوبون اقتصاد دارم میگم، چون شما همه بازار رو میخواین، بازار مکانیزمی است برای تولید، انتقال و کشف اطلاعات. شما وقتی گفتی بازار رقابت کامل اطلاعات فرضش اینه دیگه، آقا اطلاعات وجود داره، خب شما بنیان تحلیل رو فرض گرفتی و این درجه از سهل انگاری در تئوری پردازی قابل بخشش نیست، قابل اغماز نیست، قابل چشم پوشی نیست. حالا پس بنابراین من به این توجه میدم که این بحثا بحثای بسیار جدیدی است و بسیاری از اینها، ببینید یه زمانی در مورد فروپاشی، در مورد سوسیالیسمی که بالاخره در شوروی درست شده بود، استدلال‌های منطقی وجود داشت که آقا این دوام نخواهد داشت، دچار فروپاشی خواهد شد. می‌خندیدن بسیاری افراد، توجه نمی‌کردن، درک نمی‌کردن اصلا این گونه از تحلیل رو. 70 سال طول کشید، آدم‌های زیادی مردند، هزینه‌های زیادی بر جامعه بشری تحمیل شد تا اون اتفاق افتاد، بعداً فهمیدن. اون موقع فهمیدن دیگه به درد نمیخوره. من فکر میکنم مثلا ساموئلسون که بالاخره نوبل اقتصاد هم بهش دادن، این دیگه اوج بلاهت جامعه اقتصادی بوده که مثلا به یه همچین فردی نوبل اقتصادی هم داده. این آدم مقهور سوسیالیسم بود، این فکر میکرد که حالا این رشد مثلا چیزاش هست که آقا این شوروی رشد صنعتیش خیلی بیشتر از آمریکا قد بود و فلان و اینها، مثلا واهمه داشت و گرایش پیدا کرده بود به اون داستان. خب این دیگه بعدم بفهمه نفهمم خیلی فرقی به حال آدمایی نمیکنه که تحت تاثیر این آدم آموزش اقتصادی دیدن، تربیت اقتصادی شدن. یا کروگمن الان این دهه 90 گفته بود، آقا اون نقل قول معروف ظاهرا شما هم شنیدین که میخندین، آره گفته بود که این
گفته بودن در مورد اینترنت گفته بود چیز در حد دستگاه فکس و این هست. به این آدم هم ما رفتیم مثلا نوبل اقتصاد دادیم. بعد برای نوبل اقتصادی هم ارزش زیادی قائلیم، میگیم مثلا مسئله مهمیه فلانی نوبلیست اقتصاد، در صورتی که این یک مشروعیتی به یه آدمی میده که واقعا نداره. ما عموما به آدمایی نوبل دادیم و ازشون تمجید کردیم که بعدا معلوم شده ابلهای بزرگی بودن، به وضوح ابله بودن. بنابراین من عرضم اینه که ما اگر میگیم آقا جامعه دولت توش ضروری هست یا نه، این مسیر تاریخی رو ببینیم. به فرض این که ما بتونیم نظم این فراز از عرض من خیلی احتمالا دقیقا همون چیزی که شما پرسیدین، به فرض این که ما بتونیم نظم اجتماعی رو تصور بکنیم که در اون دولت وجود نداره، آیا امکان پذیر بوده که ما این رو درست بکنیم؟ ولو اینم که امکان پذیر بوده، ما نتونستیم در طول تاریخ این کار رو انجام بدیم. بله، ببینید من اینجا یک نکته رو میگم که بدون بخشای قبلی عرایزم و بخشای بعدی بی‌معناست. امیدوارم که این از کانتکست جدا نشه. ما اگر بتوانیم به لحاظ نهادی نظمی رو برپا کنیم که در اون دولت حضور نداشته باشد، آنارشیسم برپا کنیم، چنین چیزی بسیار بسیار عالی است و امکان پذیره. اما این نیازمند این هستش که ذهنیت‌های آدم‌ها شکل بگیره، تربیت بشه، کنشگریشون بر اون مبنا شکل گرفته باشه. ما امکان هماهنگ کردن کنش جمعیمون بدون حضور دولت رو داشته باشیم. امروز دولت کمک خیلی بزرگ، یعنی اینجوری نیستش که هر کاری میکنه مزیت باشه، ولی مزایایی هم داره برای ما، در طول تاریخ هم داشته. اون بهترین کاری بوده که ما میتونستیم بکنیم، نکردیم دیگه، بالاخره تاریخ گذشته، ما این کار نتونستیم بکنیم. اونجا که من عرض کردم خدمتتون که انسان رو ما اگر دارای اختیار بدانیم دلالت های خیلی جدی خواهد داشت، یکیش اینه که ما با خطاهامون میآموزیم نه با نبوغمون. اینجوری نیست که مثلا جان لاک بشینه یا مونتسکیو بشینه یا ولتر بشینه در این موارد تصورات خودش رو با بقیه به اشتراک بذاره و بقیه برن اجراش بکنن. اولا ممکنه اون تصورات ایراد داشته باشن، دوما فهمیدن این به مثابه اجرا کردن این نیست. این نیست که شما فهمیدی به عنوان یک روشنفکر، یک اندیشمند اجتماعی، بقیه هم همون رو همون جور که شما میفهمید درک بکنن و ضمناً با شما موافق باشن و شما این رو توضیح بکنین در کل آدمای جامعه در طول زمان. بعد اصلا ممکنه سری افرادی بفهمن و موافقم باشن، ولی در موقعیتی باشن، این خیلی نکته مهمیه، در موقعیتی باشن که از اون حرفا سود نمیبرن، یعنی از اعمال قوه قهریه یا سایر نظم‌های جایگزین و ترتیبات نهادی دیگه سود میبرن، اینا با شما مقابله میکنن. همه این پیچیدگی‌هایی که ما ببینیم، بله ما با هم دیگه با یک روش شناسی که قابل قبول هست، بحث روش شناسی اگر بخوایم بکنیم که الان بحثمون نیست، میتونیم نشون بدیم، میتونیم یقینا اثبات کنیم. این خیلی ادعای بزرگیه دیگه، چون گزاره‌های علمی امروزه عموماً به گزاره‌های گفته میشن که قطعیت ندارن دیگه، به جز ریاضیات. تو ریاضیات دو به علاوه دو قطعیت داره. این جنس حرفی که بنده دارم میزنم از روش‌شناسی، از استدلال قیاسی استفاده میکنه. بنابراین میگم یقیناً، چون در ریاضیات ما با پدیده‌های یقینی سر و کار داریم، چون یک آکسیوم‌هایی داریم، مادامی که اون آکسیوم‌ها برقرارن، نتایج یقیناً برقرارن. ما میتونیم نشون بدیم که میشود نظم اجتماعی برپا کرد که در اون دولت وجود ندارد و نظم اجتماعی به مراتب بهتری است و برای همه رضایتمندی بیشتری میده، ولی برای بسیاری از آدم ها این قابل فهم نیست، قابل پذیرش نیست. امروز حس میکنن که منافع بسیار بیشتری آیدشون میشه و بقیه عرضه کردن. حالا مسیر که ما داریم زندگی میکنیم، این تحولات نهادی داره به سمتی پیش میره که ما ایده هامون رو با هم به اشتراک میذاریم، کنشگری های ما براینده هایی داره، چه در حوزه اقتصاد، تولید، مصرف، تکنولوژی، سیاست و غیره. ممکنه به این سمت میره که دولت رو
بیشتر بر سرنوشت انسان ها چه در حوزه اقتصاد چه در سایر حوزه ها مسلط میکنه، ممکن هم است به این سمت میره که کم رنگش میکنه. من خیلی اهل فال قهوه نیستم، ولی میتونم این رو عرض بکنم که من کنشگری خودم رو در این جهت سر و سامان میدم که به این جهت توجه بدم، بگم آقا ما میتونیم در این زمینه ها در این زمینه ها در این زمینه ها اقدامات جمعیمون رو جوری شکل بدیم، نهادهایی رو تأسیس بکنیم، نهادهایی رو تکمیل بکنیم، سپهر بین الاذهانی خاصی رو شکل بدیم که در اون ما نیاز به دولتی که این شکل رو داره، چون در اونجا هم دولت از بین نمیره. ببینید دولت در سپهر بین الاذهانی محصول ذهنیت های تک تک ماست. گاهی اوقات سر شکل اجرایی که میگیره بوروکراسی، حالا یا دیوان یا هنجارها، ارزشها، این چیزهایی که شکل میده ممکنه متفاوت باشه. شما اگر یک پول کاملا غیر متمرکز که همه آدم ها دارن از اون استفاده میکنند رو پذیرش عمومی داره و بر اساس قواعد خاصی داره کار میکنه که ضرباهنگ نظم اجتماعی رو اون داره میگیره، یا ارزشهای خاصی بر شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، مثل فیسبوک، مثل توییتر حاکم هست، همه آدم ها اون قواعد رعایت میکنن و متحولش میکنن، بهترش میکنن، اینها خودش دولت میشه این چیزها. ببینید امروز من تصورم اینه، یوتیوب در بسیاری از کشورهای دنیا از دولت اون کشور دولت تره. بنابراین این که ما خیلی تفکیک کنیم بگیم حالا دولت، بازار، دولت، بخش خصوصی، بخش واقعی اقتصاد، بخش این تفکیک ها کاملا غیر ضروریه. ما اگر فهم اینجوری از دولت داشته باشیم دیگه نمیگیم آیا دولت ضروری هست یا نه. حالا دولت بالاخره محصول ذهنیت های ماست، محصول کنش جمعی ماست، استحاله میشه، سر و شکل مختلفی به خودش میگیره مادامی که کنش جمعی ما وجود داره. بله اونجا که یک سازمان مداخله‌گر بزرگ که اراده تک تک آدم ها رو به انقیاد خودش در میاره، اون رو اگر منظورتونه نباشه به این وضعیت بگیم آنارشیزم، بله این امر مستحسنی است. اما خب دنیا کارتون نیست دیگه. یعنی اینکه ما مثلا بشینیم فکر کنیم بگیم آقا یک دفعه دولت بره همه آدم ها یک ذهنیت خاصی داشته باشن، ارزش های خاصی در ذهن اینها بشینه، اینجور با هم هماهنگ، اصلا همه داستانه این هماهنگ کردن است. ما اگر بیایم یه همچین نظمی رو فرض بگیریم، مثل همون آدمایی که در حوزه اقتصاد از کنم که گردش اطلاعات کامل رو فرض گرفتن، صورت مسئله رو پاک میکنیم. بنابراین من اول عرض کردم خدمتون که بله دولت ضرورت دارد و یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر بوده و هست، به این معنا که توضیح دادم. اگر محدود بخوایم خودمون رو بکنیم و خیلی عرض کنم که این بحث رو جنایی نکنیم، همین ساده بگیم آیا ما به دولت نیاز داریم که تعرفه بذاره؟ نه. به دولت نیاز داریم که محیط زیست رو برای ما حفظ بکنه؟ نه. به دولت نیاز داریم که مسیر توسعه رو پیش ببره؟ نه. به دولت نیاز داریم که کالاهای عمومی رو که حالا میگن کالاهای عمومی من اینا رو برای ما تامین بکنه؟ نه. ما میتونیم این نظم اجتماعی شکل بدیم. حالا قبلا 4-5 تا میشمردن شکست بازار، این انحصار بود و عدم تقارن اطلاعات بود و کالای عرض کنم که عمومی بود و اینها. الان من میبینم بعضی از این اقتصاددان جوان خیلی اختراعات جدید میکنن و حرفای عجیب و غریب، 14 تا مثلا میشمردن، 10 تا میشمردن، هر مزخرفی که به ذهنشون میرسه، به عقل ناقصشون میرسه، اینم میذارم میگن آقا اینم چه مثلا کنه و که اینها مثلا قطب تئوری پردازی هستن، حالا هر جا هر ایرادی دید ما اینم شکست بازاره. خب شما بازار متوجه نشدی، نفهمیدی. ببینید یه تئوری هر چقدر استثناءات بیشتری داشته باشه کمتر به درد میخوره. شما باید تئوری بدین استثناء نداشته باشه. وقتی میایین یه تئوری میدین که 5 تا استثنای اینجوری داره، 10 تا 14 تا اونجوری داره، این معناش اینه که شما اصلا واقعیت رو غلط توصیف کردی از اوله. برای کسی که واقعیت رو غلط توصیف میکنه ضروری نیست اصرار داشته باشه که واسه بقیه توصیف کنه اقتصاد رو. بره بشینه تو خونه اش، بره واسه کنم پارک میتونه بره، بار میتونه بره،
هیئت میتونه هر کار دیگری بکنه غیر از اینکه اصرار داشته باشه که به بقیه بگه اقتصاد این هست و اون نیست. این بیشتر مایه خجالت و سرافکندگیه که یه نفری بیاد بگه من یه تئوری اقتصادی دارم بعد ولی طرفدار بازارم هستم و همش اینم میگه این همش نمیگه آقا ما طرفدار بازاریم. اما حالا یه دریایی از اماها، اما 14 تا مورد وجود داره که این بازاری که من ازش صحبت دارم میکنم تو شکست میخوره. خب چه لزومی داره بازار اونجوری تعریف کنی عزیز من؟ شما قبل از اینکه بیاین چهارتا بشماری بهتره بری 20 سال وقت بذاری یه چیز دیگه بیاری که دو تا داشته باشه، نه اینکه سینتو سپر کنی خیلی مثلا با افتخار اینو بگی آقا بازار 14 تا شکست داره. این بیشتر شرم‌آوره. شما اگه میگفتی سوسیالیستم من آدم احترام بیشتری برات قائل بود تا اینکه مثل خروس شده ببندی بگی بازار 14 تا شکست داره. ببخشید البته من یه مقدار سریع صحبت می‌کنم. احتمالاً دیدین دیگه سلبریتی های اقتصادی ما تا دلتون بخواد داریم که از این صحبت‌ها می‌کنه. حالا به هر حال من به نظرم میرسه که ما دولت رو اینجوری بهش نگاه کنیم، این تفکیک رو نکنیم برای هممون بهتره. اگر هم طرفدار آزادی های فردی هستیم، طرفدار اقتصاد آزاد هستیم، این شکل به قضیه نگاه کنیم، اون موقع در مورد مالیات یه جور دیگه صحبت میکنیم، اون موقع در مورد محیط زیست یه شکل دیگه صحبت میکنیم، اون موقع در مورد کووید یه جور دیگه، در مورد توسعه یه جور دیگه صحبت میکنیم. اگر اومدیم مکانیکی به قضیه نگاه کردیم که آقا نه اصلا این دولته چون اینجاها داره این کارا، چون ببینید بسیاری از اون کسانی هم که طرفدار بازار هستن متاسفانه اونا هم نرفتن خوب بخونن عمیق همون مباحثی رو که طرفداری ازش میکنن، اونا رو خوب نخوندن و عمیق نیستن اون دوستان. روایتی که اونا میکنن متاسفانه اون همه جور کاریکاتوره، چون بیشتر این افراد دنبال این هستن که بگن آقا این دولتی که خب حالا اونا دارن میگن آقا این اومده توسعه رو درست کنه، ما که هرچی نگاه کردیم توسعه رو عقب انداخت، اومد فقر رو درست کنه. بفرمایید با این شواهد، حالا یه مقدار ما تئوری میاریم میذاریم روی میز، نمک و فلفل این قضیه است که اومد پول رو درست کنه. حالا من خودم پروموت میکنم و ترویج میکنم بانکداری آزاد و پول خصوصی رو، ولی بسیاری از این عزیزانی که طرفدار این مباحث هستند جوری از این مباحث دفاع میکنند و صحبت میکنند که خب خیلی مکانیکیه، این در نمیگیره. شما میخوای بانک مرکزی رو بلافاصله حذف بکنی یا با سرعت خیلی بالا؟ ببینید اصلا شما به فرض اینکه طرفدار آزادی های فردی هم هستین، طرفدار بازار هم هستین، یه سری از آدما اون و روبروی شما نشستن میگن آقا اصلا همه این حرفا که تو داری میزنی درست، من نمیخوام. چی میگی شما؟ حرف دیگه اونجا دیگه نداری بزنی دیگه ها، اونجا دیگه. ببین اگر قرارم هست بانکداری آزاد بخواد مثلا مستقر بشه یا ما مالیات رو بتونیم داوطلبانه و غیر متمرکز بکنیم، این رو که نمیشه مهندسی کرد. اگر قرار باشه شما یه نسخه سوسیالیستی بدی برای برقراری و استقرار بازار آزاد، شما سوسیالیستی بزن. شما از همون منطق غلط داری پیروی میکنی که یه چیزی درستی بنا کنی، قطعا به شکست میخوری و اینا رو ما به لحاظ تئوریک و روانشناسی میتونیم نشون بدیم. من دیگه فکر کنم خیلی طولانی شد. به نظرم منظور من و دیدگاه من به دولت و این تفکیک غیر ضروری روشن شده. اگر نکته ای هست بفرمایید خدمتتون هست. پس منظورتون از امروز اینه که یکی برای اینکه تمدن بتونه پیشرفتی داشته باشه، یکی از اون لحاظ دولت لازم هست، و اگر امروز رو تو این قالب بهش نگاه کنیم، این امروز میشه از شاید 10,000 سال گذشته، و اگر باز امروز رو نگاه بکنیم توی به خاطر اینکه یه سری زیرساخت‌ها رو نداریم، ما یه جامعه بدون دولت رو نمیتونیم داشته باشیم. اگر اون زیرساخت‌ها رو داشته باشیم، شما به نظر چنان که برداشت کردم یک جامعه آنارشیست رو برتر و آرمانی میدونی، ولی به این دلیل میفرمایید که ضرورت داره که همچنان زیرساخت لازم برای داشتن یک جامعه آنارشیست رو نداریم. ببینید اگر آنارشیسم به معنای نوزیک دارین میگین نه من خوب نمیدونم، اما اگر آنارشیسم به این معنا که دولت، مفهوم دولت، موجودیت هستی فعلی دولت استحاله خواهد شد و آزادی های فردی افراد تام و تمام تأمین خواهد شد، بله اون آنارشیسم رو بنده مستحسن میتونم ازش دفاع میکنم. اگر این معناست اصلا من آنارشیستم. وقتی من میگم امروز،
من حتی مثلا 50 سال پیش هم در نظرم نیست، واقعا امروز مد نظر. ما باید بچسبیم به همین امروز، این لحظه حال. از 10 ثانیه گذشته هم دیگه گذشت رفت بیکارش. بنده از زمینه لاخمان یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که آینده قابل تصور هست، قابل پیشبینی نیست. من نمیتونم بگم امکان پذیر نیست تا 1 سال آینده چنین جامعه برپا بشه، ممکنه بشه ممکنم نشه. یه مسیر گذاری داریم، هر کسی کنشگری شخص خودش رو فقط میتونه تعیین چیز کنه، تعیین تکلیف بکنه. بنده میگم که من بر خودم میگم، حالا هر عزیز دیگری ممکنه مسیر دیگری پیش بره. من به نظرم میرسه که من نرم آفنگم بتونم کمک بکنم که افراد مختلف از دیدگاه متفاوتی به این قضیه نگاه بکنن. چون خیلی از آدم ها فکر میکنن آقا اگر ما الان اومدیم بالاخره میخ بانک مرکزی رو محکم تر کردیم، CBDC درست کردیم که عرض کنم که کنترل واقعا تبدیل به برده کردن بقیه است. اون کنترل من ایجاد کردم، نظم اجتماعی ما بهتر میشه. یا اگر اومدم مالیات ستانی رو انقدر پیچیده کردم و انقدر میخینو محکم کوبیدم که کسی نتونست نفس بکشه، این کمک میکنه به تعالی و توسعه جامعه ما؟ ممکنه یه فرد اینجوری ببینه. من به نظرم اشتباه میکنه، ولی میتونه بره تلاش خودشو بکنه. بنابراین به نظرم میرسه که بله، امکان پذیر هست اگر ما هممون ذهنیت هامون به یک باره یه معجزه ای بشه، هممون این باورها تو ذهنمون باشه، کنشگریمون بر اساس این داستان باشه، بعد از ظرف 6 ماه هم چنان جامعه ای برپا میشه. ولی دنیایی که من میشناسم و تجربه‌ای که من دارم و آدمایی که میبینم و آکسیوم های کنشگری که میشناسم به من میگه این یک مسیر طولانیه، یک مسیر کوتاه مدت نیست. شما باید اول بیان کنین، این ایده ها در قلب ها می نشینه، به نیرو تبدیل میشه، اینها در تقابل و جنگ با سایر ایده ها هستن، تا جایی که پیروز بشن بر کرسی بنشینند، خودشون رو باز تولید میکنن. ممکنه ما به این سمت بریم که آزادی های فردی بیشتری و جامعه آزادتری داشته باشیم، جامعه اخلاقی تری و جامعه انسانی تری داشته باشیم. ممکن هم هست به سمتی بریم که دولت مسلط‌تر، دولت قهار و قاهرتر، دولت کنترلگر، عرض کنم که یه نظام شما بردهداری نوین درست بکنیم، به اون سمت هم ممکنه بریم. من نمیدونم. در امروز، در اینجای تاریخ، در اینجایی که من در ایران زندگی میکنم، کنشگری بنده در وجوه مختلفش تعلق به این میگیره که کمک بکنم این ایده ها بیشتر فهمیده بشن، و اگرم دارم کار اجرایی میکنم تلاش بکنم که مثلا بانکداری آزاد رو کمک بکنم که پیاده سازی بشه، آموزش غیر متمرکز رو، ایده هایی رو بپرورونم، پروژه هایی رو اجرا بکنم، همکاره هایی رو انجام بدم که این اجرا بشه. یعنی ما شکل آموزش رو تغییر بدیم که آدم های دیگری با ایده های دیگری، آدم های خلاقتری، آدم هایی که برای جامعهشون مفیدترن، آدم هایی که خودشون راضیترن، شادترن، اینجور آدم ها تربیت بشن. اگر در سایر حوزه ها بالاخره، امیدوارم روشن بوده باشه، در خدمتون هست. و یه چیزایی حالا توی پاسخ به سال اول اشاره کردید که کمی پاسخ به این سالی رو که میخوام مطرح بکنم روشن میکنه، اینه که شما خب دولت رو ضروری میدونید، حالا چه وظایف و چه اختیاراتی رو برای اون قائل هستید؟ یه چیزی مشخص شد که دولتی رو که بخواد برای من تعیین بکنه، برای ما تعیین بکنه، چه جوری حالا از گرمایش زمین به اصطلاح جلوگیری بکنیم، دولتی که بخواد عبور مرور من رو برای جلوگیری از بیماری تعیین بکنه، دولتی که بخواد این اختیارات رو داشته باشه، شما چنان که برمیاد قائل به چنین دولتی نیستید. به چه دولتی با چه وظایف و چه اختیاراتی قائل هستید؟ آره، اون مباحثی که توی پرسش قبلیتون بود یه مقدار حالا فلسفی حقوقی بود، فلسفی حقوقی تاریخی بود. این بحث جدیدتون خیلی ربط به اقتصاد خرد داره. یعنی ما اگر مفهوم سازی از دولت می‌خوایم بکنیم که کنشگری سیاسی رو هم سامان بده، به اون نیاز داریم.
اما در مورد این مسائل موضوع خیلی ساده‌تر هست. ما با مبانی اقتصاد خرد میتونیم نشون بدیم که با همین مباحث اقتصاد اطلاعات میتونیم نشون بدیم که دولت مداخله کردنش مشخصا در زمینه بیماری کرونا، این هیچ کمکی نه تنها نمیکنه، تقریبا هیچ کمکی نمیکنه، بلکه خطا احتمال خطاهای ما رو خیلی میبره بالا. این یک کتابی از امپراتور بیماری ها که در مورد سرطان، تاریخچه سرطان و درمان هاش و اینا رو گفته. من توصیه میکنم کتابش به فارسی هست، به انگلیسی هست، پادکست در موردش به فارسی و انگلیسی درست شده. اینو خیلی خوبه که کسانی که صدای منو میشنون یه نگاهی بهش بکنن. خیلی جالب خواهد بود براشون که ما تقریبا هر کاری که کردیم اون اوایلش همش غلط بوده که هیچی بدتر هم میکرده بزار. و همش هم علمی بوده. من انتظار ندارم واقعا عموم دانشجویان و عموم آدم ها برن سراغ این که معرفت شناسی بخونن، روش شناسی بخونن، روش تحقیق بدونن، فلسفه علم بدونن. ببینید علم جدید، به خصوص علم پوزیتیویستی، علمی که بر اساس ابطال پذیری بنا شده، این اصلا ادعای اثبات چیزی رو نداره، خودش نداره. این میگه آقا من فلان مشاهده ها رو داشتم، این نتیجه رو فعلا نمیتونم رد کنم، به همین سادگی. و میگه آقا من همبستگی رو دیدم و علیت ندیدم. پزشکی هم همینه. در مرحله دوم میگه ببین الان من چاره ای ندارم، این مشاهده رو داشتم، چیز بیشتری از این ندارم، بر اساس این تصمیم میگیرم. درست شد؟ ما این به ما دستاویزی نمیده که به لحاظ حقوقی بقیه رو مجبور کنیم که شما مثلا فلان اقدامات رو انجام بدید. ببینید این مسئله حقوقی دیگه، یعنی شما از اونجایی که اومدین، بالاخره اگر ما در حوزه عرض کنم که اقتصاد داریم صحبت میکنیم و معرفت شناسی و روش شناسی که از اونجا میاد بیرون، کنش جمعی ما وقتی بیشترین هماهنگی رو میتونه فراهم بکنه که این مسئله تقسیم معرفت رو حل بکنه. این مسئله تصمیم گیری تقسیم معرفت با دولت نمیتونه همه این اطلاعات رو جمع بکنه، ما اینو میدونیم، و نمیتونه ناهمگن رفتار بکنه. تا درجاتی ممکنه تبعیض‌هایی قائل بشه، ولی مورد به مورد نمیتونه بکنه. میشه خیلی راحت میشه نشون داد. اون کتاب قانون، قانونگذاری و آزادی از فریدریش فون هایک رو اگه دوستان ببینن تو اندازه زیادی قضیه رو روشن میکنه. ولی ببینید مثلا ما کتاب میگیم این با یه بار خوندن یا مثلا با یه سال از روی این خوندن وقتی میگذره این موضوع روشن خیلی داره. من میدونم که کتاب خوندن ولی چیزهایی که ازش فهمیدن یا در موردش صحبت میکنن مثلا با متن خود این کتاب در تناقض قرار میگیره. یعنی کتاب رمان نیست، کتابیه که اندیشه ورزی میخواد. بنابراین اون کتاب من به نظرم خیلی روشن میکنه قضیه رو. شما ما امروز بالاخره در حال حاضر ما هممون داریم از این صحبت میکنیم که دولتی که الان قرار داره، این دولتی نیستش که ما حق آسمانی برای این قائل نیستیم که آقا تو به ما حکومت کن. این یه زور خیلی زیادی نداره که همه ما رو در چنبر خودش گرفته باشه، همچین ادعایی هم نداره. ادعای همین چیزی که امروز هست اینه، میگه آقا من نماینده شما، همه قانون اساسی ایران هم نگاه کنید همینه، یعنی خود رهبری و ولی فقیه هم با رأی مردم نهایتا منصوب میشه دیگه، اونا میرن به مجلس خبرگان رأی میدن، مجلس خبرگان ولی فقیه، یعنی نهایتا اونم ادعای دیکتاتوری نداره، اونم میگه که بله بنده اومدم یک سری از احکام رو بر اساس این قانون اساسی جاری بکنه. یعنی یک قاعده توافقی که همون قانون اساسی هم به رأی مردم گذاشته شده. من الان نمیخوام موضوع خیلی جنایی بکنم، میخوام بگم امروز این آدمایی که روی زمین کره زمین دارن زندگی میکنن و این دولتی که چه با رأی چه به هر شکلی منصوب میکنن، همشون تصورشون اینه، همه تصدیق، حالا اگه یک تصدیق نمیکنه اون آدم دیوونه است، من به اون یه دونه کار ندارم. همه اینو میپذیرن که آقا ما این حق آسمانی نداره، زورش به ما نمیرسه، ما به نژاد و این چیزا باور نه، هیچی، این قراره ما یه سری کارا رو خودمون میتونیم انجام بدیم، اون کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم قراره این واسه ما انجام بده. درسته؟ هممون همین تصور رو داریم از دولت
و حالا یه پولی هم ما به تو میدیم که بدی این کار رو انجام بدی. داستان روایت بنابراین روایت مبنای ما اینه. خب اگر ما یک همچین چیزی رو بپذیریم به عنوان مبنای بحث، این دولت باید بتونه خیلی از کار رو انجام بده منطقا، یعنی کاری رو که ما خودمون میتونیم انجام بدیم که اصلا به این نمیسپاریم. این اولا. بنابراین به لحاظ حقوقی ما باید مبنایی داشته باشیم که به تو اجازه داده باشیم فلان کار رو بکنی. لطفاً برای شنیدن ادامه مصاحبه و نسخه کامل مصاحبه به لینک پادکست ما رجوع کنید. لینک برای راحتی کار در توضیحات ویدیو گذاشته شده. با تشکر.